مبارزه زنان یک تاریخ است، تاریخی به قدمت روز جهانی زن، به قدمت مبارزه کارگران زن و مرد علیه ستم طبقاتی و جنسیتی. این تاریخ همواره پیشروی و دستاوردهای اجتماعی خود را داشته و به سنت و فرهنگ مردم و به خواست جامعه بین الملل در آمده است. در 8 مارس 1857 زنان کارگر کارگاه های پارچه بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان ها ریختند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعت کار و بهبود شرایط نامناسب کار شدند. در سال 1910 در دومین کنفرانس زنان که کلارا زتکی از رهبران آن بود به مسئله روز بین المللی زن پرداخت. در سال 1913 دبیرخانه بین المللی زنان 8 مارس در آمریکا را به عنوان روز جهانی زن اعلام کرد. در سال 1914 با آغاز جنگ جهانی اول در اروپا که مرکز جنگ بود، زنان انقلابی تلاش کردند تظاهرات 8 مارس را با شعار علیه جنگ برگزار کنند. در روسیه اولین تظاهرات روز جهانی زن برگزار شد. در سال 1921 در کنفرانس زنان روز 8 مارس به عنوان روز جهانی زن تصویب شد. در سال 1975 سازمان ملل 8 مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت. تظاهرات زنان در ایران علیه حجاب اجباری و لغو قانون حمایت از خانواده در اسفند 57 در تهران نطفه اولیه جنبش نوین زنان در ایران سالهای پس از انقلاب. این جنبش نوپا تا امروز فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. ما زنان آزادی ها و برابری طلب همواره از مبارزات زنان حمایت و خود را بخش جدایی ناپذیر این جنبش می‌دانیم. ما با این مبارزات پرشور و حق طلبانه اعلام همبستگی می‌کنیم و اعلام می‌کنیم آزادی زن معیار آزادی جامعه و برای تحقق این هدف می‌کوشیم. ما شرکت کنندگان در مراسم 8 مارس سنندج برای تحقق خواسته های زیر با تمام توان فریاد می‌زنیم: 1. رفع تبعیض از زنان در تمام شؤونات زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و تضمین برابری کامل زن و مرد. 2. لغو تمامی قوانین و سنن و رسوماتی که موقعیت جنس دوم و درجه دوم را بر زنان تحمیل می کند. 3. زنان باید از حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش برخوردار باشند. 4. نابرابری های اجتماعی و حقوقی در مورد شهادت، ارث، دیه و سرپرستی فرزندان باید از میان برداشته شود. 5. تعدد زوجات باید ممنوع شود. 6. قتل ناموسی اقدامی ارتجاعی و یک جنایت آشکار است. قاتلین ناموسی جواز زن‌کشی را از قوانین موجود می‌گیرند. زن ناموس هیچ کس نیست. عاملین و مسببین آن باید مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرند. ما قاطعانه علیه این پدیده ضد انسانی، ارتجاعی و جنایتکارانه می‌ایستیم و مبارزه می‌کنیم. 7. روز 8 مارس و برگزاری آن حق مسلم ماست و باید برگزاری این روز به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شود. برگزاری 8 مارس بدون مجوز رسمی و بدون قید و شرط باید تضمین شود. 9. دولت باید موظف به تأمین امکانات معیشتی و سلامتی درمانی برای شهروندان جامعه باشد. 9. بازنگری در کتب درسی که مروج تبعیض جنسیتی و کلیشه سازی جنسیتی می باشند. 10. ایجاد ظرفیت ها و فرصت های شغلی برابر توسط حاکمیت برای زنان و حمایت مالی از زنان خانه‌دار و ایجاد بیمه کارآمد برای زنان خانه‌دار. 11. در دسترس قرار دادن رایگان مسائل شغلی از بازاری توسط مراکز بهداشتی
و خانه های بهداشت روستایی و مناطق محروم به زنان 12 محدود نمودن ترویج کودک همسده در رسانه های سراسری و کتب دست و آیین حقوق زن سنندج کردستان